نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان عزیز و تماشایان اندیشمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه 29 اکتبر سال 2013 میلادی است. به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه میکنید که هر هفته با گفتاری خبری، گرایشی آموزشی و گوهری تحلیلی تهیه و تنظیم میشه و در این گذرگاه همه مطالب آن محض اطلاع است و برای اطلاع محض. برنامه این هفته را هم مثل همیشه با پرسه‌ای در اخبار شروع می‌کنیم. بعد در بخش دوم برنامه، بخش سود و سرمایه، در چند هفته اخیر تعداد زیادی سوال به دستمون رسیده. خواستن به اون سوال‌ها جواب بدیم که البته خب سوال که زیاد میشه، بعض وقتا سوال‌ها جنبه خصوصی داره که به طور خصوصی به خود افراد جواب میدیم، ولی بعضی وقتا سوال‌ها خیلی جنبه عمومی داره و تعداد زیادی میتونه مشغولیت ذهنیشون باشه. اونها را یکی دو تاشو انتخاب کردیم، امروز بهش میپردازیم و در برنامه‌های بعد هم سعی می‌کنیم رفته رفته به سوالاتی که رسیده شده جواب بدیم. در بخش پایانی برنامه، کلام آخر و آخرین کلام هم اگر فرصتی دست بده راجع به پاره‌ای از زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، چه برای رشد چه برای درآمد، باهاتون صحبت خواهیم کرد. ولی به هر حال اجازه بدید فعلا برنامه را با بخش اول پرسه در اخبار شروع کنیم. در بخش اول برنامه امشب هستیم، بخش پرسه‌ای در اخبار. اولین خبرمون مربوط به آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال یا ایمپلویمنت در ماه سپتامبر هست. اصولا وزارت کار آمریکا، لیبر دیپارتمنت، هر ماهی که تموم میشه اولین جمعه بعد از اینکه ماه تموم میشه اخبار مربوط به اشتغال مال ماه گذشته رو منتشر میکنه. منتهای مراتب این بار سپتامبر که تموم شد، چون جمعه بعد از اینکه سپتامبر تموم شد خورد به این تعطیلی مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و از جمله وزارت کار نتونست به موقع آمار مربوط به اشتغال در ماه سپتامبر را منتشر کنه. به نتیجه با 16 روز تأخیر در هفته‌ای که گذشت این آمار را منتشر کرد و این آمار نشون میده که به گفته وزارت کار در ماه سپتامبر 148,000 تا کار جدید در آمریکا ایجاد شده، که البته این تعداد شغلی که ایجاد شده نه تنها نمیتونه طیف بیکاران رو به کار برگردونه، بلکه حتی نیروی تازه ای رو که هر ماه وارد بازار کار میشه رو هم نمیتونه به خودش جذب کنه. ولی با این همه به شیوه ای که وزارت کار آمار رسمی مربوط به آن ایمپلویمنت یا بیکاری رو منتشر میکنه، ادعا کردن که بیکاری که قبلا یعنی در ماه آگست 7.3% بوده، در ماه سپتامبر پایین رفته، رسیده به 7.2%. طبیعتاً سوالی که مطرح میشه اینه که اگر تعداد کاری که ایجاد شده نتونه حتی جواب نیروی تازه‌ای که نیروی کاری که تازه وارد بازار میشه بده، پس چرا درصد بیکاری میاد پایین؟ یا چرا اومده پایین؟ وزارت کار میگه دلیلش این هست که شیوه ای که وزارت کار بیکاری رو محاسبه میکنه تمام افراد بیکار را در بر نمیگیره. یعنی کسانی که بیمه بیکاری نمیگیرن، کسانی که فرض کنیم خسته شدند از بس دنبال کار گشتن، یا کار مورد علاقه شون رو پیدا نکردند، یا کاری که پیدا کردن
دستمزدها اینقدر کم بوده که نمیارزیده براشون کار کنند، یا به هر دلیلی اینها خسته میشن و دیگه دنبال کار نمیگردن. که البته وزارت کار در بخش‌های دیگری از گزارشی که منتشر میکنه همه این بخش‌ها رو به طور مفصل و مشروح گزارش میکنه و اون قسمتی که مربوط میشه به افرادی که دل سرد شدن از دنبال کار گشتن و دیگه دنبال کار نمیگردن را یه ستونی داره یا بخشی داره به اسم نان پارتیسیپیشن یا عدم مشارکت، که به زبان آدمیزاد میشه همون آدم‌هایی که دنبال کار دیگه خسته شدن و نمیگردن. نکته نگران کننده در وزارت کار این است که هر ماه به تعداد افرادی که دل سرد میشن و دیگه دنبال کار نمیگردند هی رفته رفته داره اضافه میشه. مطابق با همین آماری که وزارت کار آمریکا خودش منتشر کرده، مثلا تو 3 ماهه گذشته ببینید چه اتفاقی افتاده که گفتم همه اینها رو وزارت کار زیر ستون نان پارتیسیپیشن ازش یاد میکنه. در ماه جولای 89,957,000 نفر دیگه اصلا دنبال کار نگشتن. به ماه آگست که رسیدیم این تعداد زیادتر شده 90,473,000 نفر دنبال کار نگشتند و در ماه سپتامبر ماه گذشته 90,609,000 نفر دیگه دنبال کار نگشتند. بنابراین از دید وزارت کار به شیوهی که آمار اشتغال رو محاسبه میکنه این 90,609,000 نفر بیکار محسوب نمیشن، در حالی که عملا بیکار هستن. بر اساس اطلاعات وزارت کار الان جمعیت شاغل یعنی کسانی که سر کار هستن و کار میکنن در آمریکا 144,300,000 نفر هست. و بعد خود وزارت کار اشاره میکنه با این آمار، یعنی تعداد افرادی که کار میکنن و تعداد افرادی که دیگه دنبال کار نمیگردن، برای کسانی که در سن کار هستند که سن 16 سالگی تا 64 را اینجا میگن سن کار، در واقع برای هر آدمی، در واقع برای هر 3 نفر آدمی که بالای 16 سال هستند و حقوق میگیرن، پیچک میگیرن، 2 نفر اصلا دیگه دنبال کار نمیگردن. بعد خود وزارت کار جاهای دیگری که میاد تمام بیکاران را حساب میکنه اعلام کرده که این دیگه شامل بیکاری واقعی به اضافه بیکاری کسانی که دل سرد شدن و دنبال کار نمیگردن، به اضافه یه بخشی که اصطلاحا بهش میگن بیکاری پنهان. منظور از بیکاری پنهان یعنی این که فرضاً اگر شما یا من یا هر کسی در هفته 3 ساعت هم کار بکنه، همون اون آدم با 3 ساعت کار در هفته باز بیکار محسوب نمیشه، عملا بیکاری ولی خب بیکار حساب نمیشه. به این قسمت از بخش‌های نیروی کار میگن بیکاری پنهان. همه رو که با هم حساب کرده در حال حاضر در آمریکا 113 میلیون نفر آدم بیکار هستند. به این دلیلی که وزارت کار اعلام کرده الان درصد بیکاری رسیده به 7.2%، ولی اقتصاددانان بخش خصوصی که مجبور هستند آمار و ارقام درست را منتشر کنند، چون کمپانی‌هایی که در کار سرمایه‌گذاری هستند و پروژه های مختلف دارند باید آمار دقیق داشته باشند تا بر اساس اون دست به اقدامی بزنند، رقم واقعی بیکاری در آمریکا 23.3% است. مسئله بعدی یا خبر بعدیمون برمیگرده به کنترل سرمایه. کنترل سرمایه یعنی اینکه یک کشوری به دلایل خاصی که عمدتاً برمیگرده مثلا ممکنه کمبود ارزی داشته باشه یا وضعیت اقتصادیش مناسب نباشه یا ببینه داره سرمایه ها از کشور فرار میکنه، به دلایل مختلفی میان جلو خروج پول یا سرمایه از کشور را میگیرن. ما فکر کنم 3 سال پیش بود که در همین برنامه‌های نبض بازارهای مالی در همین قسمت دوم برنامه میگفتیم مواظب باشید که با اوضاع احوالی که داره در آمریکا پیش میره، به زودی در آمریکا هم برمیگردن به کپیتال کنترل یا کنترل سرمایه. همه یا بیشتر کشورهای دنیا بهتره بگم در دورانی از تاریخ خودشون این کنترل سرمایه رو داشتن. مثلا در دهه 1960 میلادی گویا در انگلستان یه همچین وضعیتی بوده و حد اکثر پولی که یه نفر میتونسته با خودش از انگلستان خارج کنه 60 پوند انگلیس بیشتر نبوده. به هر حال ذره ذره مثل اینکه داره این وضعیت توی آمریکا هم پیدا میشه، کما اینکه چیس بانک که از مهمترین بانک‌های آمریکایی هست هفته گذشته میاد نامه‌ای می‌نویسه به مشتریان خودش که حساب‌های بیزنس باش داشتن، بیزنس اکانت داشتن، و بهشون اعلام می‌کنه که از این به بعد، یعنی از ماه نوامبر به بعد،
تحت هیچ شرایطی به هیچ کس اجازه نخواهد داد که پول به خارج از آمریکا وایر کنه. جلو وایر ترانسفر رو به طور کلی میگیره، این برای بخش خارجش. برای داخل هم به، یعنی کسانی که داخل آمریکا هستن و بیزنس دارن، هم بهشون اعلام میکنه پول نقد کش، چه بخوان دیپازیت کنن، چه بخوان پسنداز کنن به حسابشون بریزن، چه بخوان از حسابشون پول بردارن، در طی یک استیتمنت، یعنی از این صورت حساب بانک میاد تا صورت حساب یا حساب بعدی، استیتمنت بعدی که میاد، ماکسیموم میتونن 50,000 دلار یا به حسابشون واریز کنن یا از حسابشون پول برداشت کنن. به هر حال موقعی که چیس بانک همچین کاری میکنه، باید منتظر باشیم که همچین اقدامی به زودی از طرف بقیه بانک‌های آمریکایی هم همچین سیاستی اتخاذ بشه. و برای اینکه مطمئن بشید کی ممکنه به سیاست رسمی کشور تبدیل بشه، اگر روزی روزگاری دیدید که وزیر خزانه داری آمریکا، منظورم وزیر خزانه داری فعلی نیست، هر کسی که وزیر خزانه داری آمریکا باشه، اومد پای تلفن، ببخشید پای تلویزیون، و اعلام کرد که ما به دنبال کنترل سرمایه و کپیتال کنترل نیستیم، دیگه 100% مطمئن باشید که بلافاصله نزدیک بعد از اون کپیتال کنترل شروع خواهد شد توی آمریکا. رو همین اساس اگر به هر دلیلی در خارج از آمریکا به پول احتیاج دارید، چه تو اروپا، چه خاورمیانه، چه آمریکای لاتین، چه ایران، هر جای دیگری، اگر در آینده نزدیکی یا چند سال آینده به پول احتیاج دارید در خارج از آمریکا، تا همچین مقرراتی وضع نشده و جلوی خروج پول را نگرفتند، بهتر است که اگر نیازی دارید و مایلید که در جاهای دیگه پولتون باشه، زودتر این پول رو خارج کنید تا نرسید به اونجا که جلوتون رو بگیرن و نتونید این کارو بکنید. مورد بعدیمون برمیگرده به سیاست کوانتیتیتیو ایزین، که پاره از دوستان سوال میکنند که این سیاست کوانتیتیتیو ایزین چه ربطی به اوضاع احوال ما داره و چرا برای ما مهم است. یکی از مهمترین زمینه‌هایی که واقعاً به سرنوشت همه ما گره می‌خوره، برمیگرده به همین سیاست کوانتیتیتیو ایزین یا سیاست‌هایی که بانک مرکزی آمریکا اتخاذ می‌کنه. خود بانک مرکزی آمریکا همونطور که می‌دونید اعلام کرده، سیاست رسمی که اعلام شده اینه که سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ رو یا تزریق پول به سیستم رو در واقع به دلیلی اتخاذ کردند که یکی تورم در آمریکا بالا بره، چون میخوان جلوی دیفلیشن یا انقباض اقتصادی رو بگیرن و با تزریق پول میخوان کاری کنن که پول به جریان بیفته و ایجاد تورم و اینفلیشن بشه، و گفتن باید تورم ماهوی به 2% برسه، کور اینفلیشن، تا این سیاست متوقف بشه. یکی دوم گفتن که میخوان کاری کنن که بیکاری کاهش پیدا کنه، و فعلا به طور رسمی اعلام شده تا زمانی که بیکاری به 6.5% و کمتر نرسه، که الان گفتیم با احتساب وزارت کار 7.2% هست، به این سیاست ادامه میدن. ولی واقعیتش این هست که علت اصلی سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ ایجاد اشتغال نیست. حالا ایجاد تورم میتونه باشه، که گرچه در شرایط کنونی در اون سیاست هم شکست خورده بانک مرکزی و نتونسته تورم مورد نظر خودش رو در اون جاهایی که میخواد ایجاد بکنه، ولی هدف اصلی واقعا ایجاد اشتغال نیست، بلکه هدف اصلی پر کردن سوراخ سنبه‌هایی است که به خاطر بدهی و قرضی دولت مجبور هستند که پول چاپ کنند. الان و داستان کوانتیتیتیو ایزینگ که به ماها و زندگی همه ماها مربوط میشه این است که به خاطر همین تزریق پول به سیستم هست که تونستن اینترست ریت و بهره را به طور مصنوعی پایین نگه دارن. اگر دولت این کار را نکنه و فقط امیدش به این باشه که خارجی ها بخوان بیان پول بهشون قرض بدن، با دلسردی که در کشورهای خارجی برای پول قرض دادن به آمریکا رفته رفته ایجاد شده، و مخصوصا با این کارهایی که ریپابلیکن ها بخش تی پارتی داره میکنه و هر ساعتی جنگولک بازی را میندازه، یا بدهی رو میخواد تصویب نکنه، یا میخواد مؤسسات دولتی رو تعطیل کنه، متوحش شدن که نکنه پول قرض بدن، نتونن پولشون رو پس بگیرن، رفته رفته دارن دلسرد میشن و پول قرض نمیدن. و اگر بانک مرکزی این کار را نکنه، اینترست ریت و بهره به شدت در آمریکا میره بالا. اینترست ریت هم که بره بالا، اون وقت همه چیز، هر کاری بخواید بکنید، ماشین بخواید بخرید، رو کردیت کارتتون پول قرض میکنید یا خرج میکنید، باید بهره های بالا بدید. مورگیج ریت به شدت شروع میکنه بالا رفتن، و ریال استیت رو که به طور مصنوعی در واقع تونستن جلوشو بگیرن که کرش نکنه، اون وقتی کرش بزرگی خواهد کرد. الان برای 4 ماه گذشته، 4 ماه متوالی،
خارجی ها خرید خودشون را از باندهای دولتی آمریکا که در واقع پول به دولت آمریکا قرض میدن کم کردن. این طولانی ترین زمان کاهش خرید از طرف کشورهای خارجی است از سال 2001 تا به الان. در 4 ماه گذشته خارجی ها جمعاً 100 نه تنها پول قرض ندادن خیلی هاشون، بلکه اون پولایی هم که قرض داده بودن پس گرفتن، یعنی باندهاشون رو فروختن و 132 میلیارد دلار باندهای وزارت خزانه داری تریژری باند رو در واقع فروختن. و اما سیاست کوانتیتیتیو ایزان چه کار میکنه؟ آمریکا به طور متوسط سالانه 400 میلیارد دلار کسری موازنه حساب‌های جاری داره یا current account deficit داره. به زبان آدمیزاد در هر سال حداقل 400 میلیارد دلار پول کم داره که باید قرض بکنه. حالا یا باید کشورهای خارجی بهش قرض بدن، اگه کشورهای خارجی قرض ندادن مجبور از بانک مرکزی پول قرض کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه بده دست وزارت خزانه داری. تو فقط ماه آگست خارجی ها 11 میلیارد دلار خرید خودشون رو کم کردن. امسال همین سال 2014 که میخواد شروع بشه، یعنی در سال مالی در واقع اینا حساب میکنن، سال مالی آمریکا از سپتامبر شروع میشه تا سپتامبر سال بعد که با سال تقویمی فرق میکنه، در سال مالی جاری برآورد میکنن که آمریکا 750 میلیارد دلار کم داره، کسری داره، گورنمنت دفیسیت داره. این 750 میلیارد دلار رو تقسیم کنید به 12 ماه سال، یعنی حداقل اینها ماهی 60 میلیارد دلار، البته 60 تاش میشه 720 تا، حالا بگیم 30 تاش هم اضافی گفته باشن، مینیمم 60 میلیارد دلار در ماه کم دارن اینها. تا این اواخر این کمبودها زیاد مسئله ای نبود، چون خارجی ها می اومدن باندهای وزارت خزانه داری رو می خریدن یا به عبارت دیگه به آمریکا پول قرض میدادن و این شکاف رو پر میکردن. ولی این اواخر همونطور که گفتم اشتهای خارجی ها برای پول قرض دادن به آمریکا فروکش کرده. مثلا از یه سال نگاه کنید، از آگست 2011 تا آگست پارسال 2012 میبینید خارجی ها جمعاً 532 میلیارد دلار پول به آمریکا قرض دادن یا باند خریدن، ولی در یک سال اخیر یعنی از آگست 2012 تا آگست سالی که درش هستیم 2013 میبینیم فقط از اون 532 میلیارد دلار اومده پایین، فقط 25.3 میلیارد دلار بهشون پول قرض دادن. این تفاوتی که وجود داره بین 60 میلیارد دلاری که در ماه میخوان و مقداری که خارجی ها میخرن میشه تقریبا یه چیزی معادل همون 45 میلیارد دلاری که هر ماه با خرید اوراق قرضه وزارت خزانه داری بانک مرکزی آمریکا داره پول قرض میده و به سیستم پول تزریق میکنه. بزرگترین خریدار باندهای آمریکا یا بزرگترین کشوری که پول به آمریکا قرض میداد چین بوده. ولی که چین تو ماه آگست 11.2 میلیارد دلار باند کمتر خرید از آمریکا، با اینکه تو کوارتر سوم امسال چین 166 میلیارد دلار ذخیره اضافه ارزی داشته. منتهای مراتب این ذخیره ارزی اضافه را به جای اینکه بیاد به آمریکا پول قرض بده یا باندهای آمریکایی را بخره، رفته ارز ژاپن ین خریده و یورو پول واحد اروپا را خریده. علتی که ژاپن ببخشید چین میره پول ژاپن رو میخره، چون ژاپن یک کشوری است که از طریق صادرات امورات اقتصادیش میگذره مثل خود چین، بنابراین میره ین میخره چین که قیمت ین پایین نیاد، ارزون نشه، چون هر چقدر که ین یا پول هر کشوری ارزون بشه صادراتش هم مسلما ارزون تر خواهد شد. چین میره ین میخره تا ین ارزون نشه، گرون بمونه و توی صادرات نتونه با چین رقابت کنه. از اون طرف میره یورو میخره تا به کشورهای اروپایی که دچار مشکل جدی هستن کمک کنه، در واقع که بتونه یورو رو سر پا نگه داره از نظر اقتصادی که قدرت خرید داشته باشن، اوضاع احوال اروپا بچرخه، بتونن کالاهای چینی رو بخرن از یه طرف، و از طرف دیگه هم از نظر سیاسی در واقع بتونه در عرصه سیاسی برای خودش دوست در میان کشورهای اروپایی دست و پا کنه. منتها خب این وسط شانس آوردن چند تا کشور دیگه خریدن، مثلا ژاپن 13.7 میلیارد دلار باند خریده از آمریکا. آفشور اکانت ها که در واقع هج فاند هایی هستن که خارج از آمریکا هستن به دلایل مالیاتی، اونها 12.7 میلیارد دلار خریدن. ولی کشورهای صادرکننده نفت که عمدتا اینجا اشاره میشه به کشورهای عربی صادرکننده نفت، میبینیم که اینها خریدهای خودشون رو 11.3 میلیارد دلار کم کردن. از ماه آوریل تا به الان
کشورهای عربی صادرکننده نفت 25.3 میلیارد دلار خریداشون رو کم کردن یا کمتر پول به آمریکا قرض دادن. مهمترینش این وسط عربستان سعودی است. البته دلیل عربستان سعودی این است که با توجه به وضعیتی که در بقیه کشورهای عربی پیدا شده مثل تونس و مصر و غیره و ذلک و وحشت این داره که همچین شورش اجتماعی تو خود عربستان هم شروع بشه، برای اینکه همچین وضعیتی پیش نیاد پولهایی رو که سابقا میومد باندهای آمریکایی میخرید حالا داره تو خود عربستان خرج میکنه و اشکال مختلف در اختیار مردم میذاره تا شاید از شورش‌های بزرگ اجتماعی در عربستان جلوگیری بکنه. چین، یه خبر داریم راجع به چین، اونم این است که در ماه آینده یعنی ماه نوامبر رهبران چین یک جلسه خیلی خیلی مهم قرار تشکیل بدن و تصمیم‌های مهمی تو اون جلسه بگیرن. از میان اخباری که به خارج درس کرده گویا این است که یکی از تصمیم‌هایی که در ماه آینده دولت چین خواهد گرفت این است که می‌خواد به ثروتمندان چینی اجازه بده، حتی الان پول دارای چینی خب میتونن بیان پولاشون رو بیان مثلا خارج مثلا آمریکا، کانادا، جاهای دیگه سرمایه‌گذاری کنن، ولی از خود داخل چین نمیتونن این سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو انجام بدن. یکی از تصمیم‌هایی که گویا قرار است گرفته بشه این است که به اینها اجازه بدن از همون داخل چین هم به سرمایه‌گذاری‌های خارجی دست بزنن. آماری که در دست هست نشون میده که در چین 4.2 تریلیون دلار، نه میلیارد، تریلیون دلار پسنداز و پول توی دستشون هست که اگر این قانون تصویب بشه، اینطور که صحبتش هست تصویب خواهد شد و بهشون اجازه بدن، مسلماً این پولها روانه بازارهای خارجی خواهد شد در کشورهای مختلف آمریکا، کانادا، اروپا، آسیا و جاهای دیگه و مسلماً صرف خرید یکی سهام خواهد شد. یکی از دلایلی که من حدس می‌زنم در چند سال آینده بازار سهام آمریکا رشد خوبی خواهد کرد یکیشن اینه. البته دلایل دیگری هم داره که در برنامه‌های بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. چرا من فکر می‌کنم یکی دو سه سال آینده دوران بسیار خوبی برای بازار سهام در آمریکا باشه و شاید آخرین دور بازار خوب سهام در آمریکا باشه. اون دوران که تموم بشه شاید در 20 سالی اوضاع احوال بازار سهام به شدت خراب بشه، ولی فعلا دو سه سال آینده اوضاع احوال خوبی خواهد بود. بعد تو بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنن، تو شرکت‌های سهامی خاص پرایوت اکوئیتی فرم سرمایه‌گذاری می‌کنن و همینطور در مستغلات یا ریال استیت در کشورهای دیگه مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل انگلستان و آمریکا. منتهای مراتب راجع به سرمایه‌گذاری که اینها برای ریال استیت خواهند کرد، چینی‌ها اگر بیان پولاشون رو تو ریال استیت کشورهای اروپایی یا کانادا و آمریکا سرمایه‌گذاری بکنن، الان تو خود همین کشورها چند تاشون هنوز قیمت‌های ریال استیت فوق‌العاده گرونه، در بعضی جاها مثل کانادا که تبدیلی به یک حباب شده. اگر چینی‌ها بیان این حباب مسلماً بزرگتر میشه و بعداً زمان ترکیدنش برای این کشورها دردسرهای بزرگتری درست میکنه. نشریه معروف اکونومیست لندن که به صورت هفتگی چاپ میشه یک گزارشی تهیه کرده بود راجع به چند تا از این کشورها. مثلا در خود انگلستان گفته که قیمت‌ها تازه به نظر من خیلی دست پایین هم گرفته نشریه اکونومیست، ولی به هر حال ما گزارش اونطور که هست براتون نقل می‌کنیم. ادعا کرده که در انگلستان قیمت ریال استیت 20% بالای قیمت متعارف یا فیر ولیوس که باید داشته باشه. توی استرالیا قیمت‌ها 46% بالای قیمت متداول و معمول یا فیر ولیو هست. توی کانادا نشریه اکونومیست ادعا کرده که قیمت ریال استیت 74% بالای فیر ولیو هست در کانادا. یه خبر راجع به آخرین خبرمونه در واقع راجع به سنگاپور هست تو چین و اون که یه قراردادی بستن سنگاپور با چین که مبادلات تجاری بین خودشون را که سابقا به مثلا دلار آمریکا صورت میگرفت از این به بعد به پول خودشون انجام بدن، هر چی میخرن میفروشن به دلار سنگاپور باشه و یوان چین. در واقع این تصمیم بیشتر از طرف سنگاپور اتخاذ شده. هدف سنگاپور هم این است که رقابت بکنه، یکی با لندن یکی با هنگ کنگ، برای مبادلات تجاری که از این به بعد در دنیا به یوان یا پول چین صورت خواهد گرفت. اینها مهمترین خبرهای هفته گذشته بودند و طبیعتاً در این قسمت برنامه یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی هر هفته سه شنبه شب‌ها به وقت لس آنجلس مثل همین امشب ساعت 8:30 شب به طور زنده پخش میشه. همین برنامه روزهای یک شنبه باز به وقت لس آنجلس
ساعت 5 بعد از ظهر از همین کانال تکرار خواهد شد و چون این شبکه تلویزیونی برنامه‌هاش برای آمریکا و کانادا فقط پخش میشه، برای دوستداران این برنامه در سایر نقاط دنیا، چه خاورمیانه، چه آمریکای لاتین، چه آسیا و چه جاهای دیگه، آفریقا و غیر اوزادک، ما از متدهای دیگری استفاده میکنیم که یکیش از طریق شبکه ایرانیان فاینانشال تایمز هست با آدرس اینترنتی iranianft.com که تمامی برنامه‌های تلویزیونی ما از طریق این شبکه هم روی سایتشون میره، هم روی فیسبوکشون میره و هم از طریق اونها روی شبکه یوتیوب قرار میگیره. خارج از اونها خود ایرانیان فاینانشال تایمز یه صفحه مخصوص تلویزیونی هم داره، یعنی تمام متخصصینی که با این مؤسسه کار میکنن یک صفحه مخصوص تلویزیونی دارن که اونا اگه خواستید بهش دسترسی پیدا کنید، آدرسش هست ifttv.com. IFT که همون ایرانیان فاینانشال تایمز باشه، تیوی هم برای تلویزیون، همه یک کلمه، ifttv.com، که هم برنامه های دیگران و هم برنامه های تلویزیون ما رو میتونید در اون صفحه مخصوص ما اونجا ببینید و همینطور خود گردانندگان و متصدیان ایرانیان فاینانشال تایمز یک شبکه تلویزیونی هم روی GLVs دارن، کانال 175، GLVs کانال 175. باز برای بعضی از دوستانی که سوال میکنند یادآوری کنیم، برای دسترسی به شبکه GLVs احتیاجی به جعبش حتما نیست، از طریق کامپیوتر هم میتونید به GLVs دسترسی پیدا کنید و در کانال 175 به طور ثابت و دائم روزهای پنج شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 6:30 بعد از ظهر همین برنامه رو که امشب اینجا میبینید اونجا خواهید دید. البته در طی روزها و ساعتهای مختلف هم تکرارهای بیشتری هم در شبکه GLVs کانال 175 خواهیم داشت. نکته و مطلب مهم دیگری نیست، میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه، با مطلبی تحت عنوان پاسخ به چند پرسش. یکی از سوالاتی که زیاد مطرح شده، میدونید که ماه آینده نوامبر قرار هست سوشال میدیای موسوم به توییتر IPO بشه. دوستان خواسته بودن توضیح بدیم IPO یعنی چی؟ و در ضمن پرسیده بودند آیا میارزه آدم در IPO توییتر شرکت کنه یا نه؟ ما البته به طور مشخص به توییتر نخواهیم پرداخت، ولی توضیحاتی رو راجع به IPO بهتون میدیم که چی هست، چطوری کار میکنه، میارزه آدم همون روز اول بره سراغش یا نه. اون وقت با این توضیحات خودتون تصمیم بگیرید که آیا مایلید این کار رو بکنید یا نه. IPO یا Initial Public Offering به موقعی میگن که یک شرکت خصوصی، حالا صاحب این شرکت خصوصی چه یه نفر باشه چه 50 نفر باشن فرق نمیکنه، یعنی به طور خصوصی مال چند یا چندین نفر هست، تصمیم میگیرن که شرکت خودشون رو عمومی یا پابلیک بکنن. برای این کار مجبور هستن که یه مقرراتی رو از سر بگذرونن و بعد بیارن سهام، در واقع استاک ایشو بکنن، صادر کنن و این استاک ها رو به مردم بفروشن تا مردم هم بتونن با خرید سهام هر کمپانی که هست در واقع در بیزنس و کمپانی اونها شریک بشن. اگر تا قبل از دهه 1980 داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم، میارزید که آدم همون روز اول یا هفته اولی که IPO میشه اگر کمپانی خوبی هست بره و سهامش رو بخره. ولی با توجه به اتفاقات و تغییر قوانینی که مخصوصا در دهه 80 و 90 صورت گرفت توی آمریکا، در این مورد باید کمی مکس کرد و محتاطانه رفتار کرد. چرا؟ برای اینکه در گذشته ها تا مثلا اواخر دهه 70 حتی اوائل دهه 80 هیچ کمپانی نمیتونست بیاد خودش رو پابلیک کنه و IPO داشته باشه مگر اینکه سودآور می بود. چرا؟ چون هر بیزنسی که شما رو دست بذارید موقعی که شروع میکنه فرق نمیکنه این بیزنس کوچیکه، متوسطه، بزرگه، هر چی میخواد باشه، سرنوشت بیزنس ها اصولا اینطوریست. اولی که شروع میکنن برای یه مدتی که حالا این مدت برای کمپانی های مختلف فرق میکنه، ممکنه 6 ماه باشه، 1 سال باشه، بعضی وقتا 5 سال باشه، نمیدونه، شروع میکنن ضرر دادن طبیعتا اول کار، چون تا
مشتری پیدا کنن و بخوان بفروشن و سود پیدا کنن طول میکشه، بیشتر باید خرج کنن. اول کار بیزنس ها ضرر میدن، بعد که دوران ضرر دادنشون تموم شد، دوران به اصطلاح بریک ایونشون یا سر به سر میشن، یعنی سودی ندارن متا ضرری هم ندارن، به قول خودمون سر به سر میشن. اون دورانی که پشت سر گذاشتن شروع میکنن به سود دادن یا سودآوری. در گذشته ها کمپانی ها در صورتی میتونستن پابلیک بشن و آی پی او داشته باشن که حتما به مرحله سوم یا به مرحله سودآوری رسیده باشن، ولی الان متاسفانه اصلا هم چیزی نیست. یعنی بیشتره، مخصوصا این که کمپانی های اینترنتی و سوشال میدیا و غیر و ذالک، اکثرشون در واقع مثل دات کاما که یادتون هست حتما چه وضعیتی براشون پیش اومد، نه تنها سودآور نیستن بلکه دارن دائم هم ضرر میدن و بعد ولی با این همه میتونن بیان با کمپانی خودشون رو پابلیک یا آی پی او بکنن. برای اینکه در مورد ماه نوامبر که گفتید سوال کرده بودی توییتر میخواد به اصطلاح آی پی او بشه، قبلا گفتم که بعضی از هول حلیم افتاده بودن توی دیک، به این مفهوم که توییتر اعلام کرده بود موقعی که آی پی او بشه گویا سیمبل TWTR میخواد استفاده بکنه. مردم هم رفته بودن یه TWTR دیده بودن، ما تا آخر اون یک کیو بود به اون توجه نکرده بودن، فکر کرده بودن این سهام کمپانی توییتره. شروع کرده بودن خریدن، در یه جمعه قیمت سهامی که خریده بودن 700% افزایش پیدا کرد، در صورتی که این سهام یه کمپانی بوده که قبلا ورشکست شده بوده، کمپانی از بین رفته بوده، اون کیو هم که آخر سیمبلش اومده بوده آخر کمپانی هایی میان که بانکراپت شدن، ورشکست شدن و از دور خارج شدن، مردم هم اینو نمیدونستن و رفته بودن خریده بودن. الان هم گویا به همین دلیل گویا توییتر ممکنه سیمبل خودش رو عوض کنه نوامبر که میاد توی بازار. خیلی ها فکر میکنن اگر همون روز اولی که کمپانی پابلیک میشه یا آی پی او داره اگه برن سهامو بخرن، مثل اینکه رفتن تو گراند فلور یا طبقه همکف برای خودشون یه جایی خریدن که بعد میتونن رو اینها هی طبقات دیگری بسازن بره بالا. در صورتی که به دلایلی که بهتون خواهم گفت اکثر اوقات، توجه داشته باشید، نمیگم همیشه، نمیگم همه کمپانی ها، نمیگم همه وقت، ولی بیشتر وقت ها و اکثر کمپانی ها روزی که آدم میره آی پی او میشه اگر سهامشون رو بخره، اتفاقا در گراند فلور نخریده، رفته در تاپ فلور، در بالاترین طبقه خریده، امیدش این است که خود کمپانی بیاد بعداً طبقات بیشتری روش بسازه در واقع و اون بتونه ازش استفاده کنه. نحوه به اصطلاح آی پی او شدن به این فرم هست که هر کمپانی که میخواد پابلیک بشه میره یک اینوستمنت بانک پیدا میکنه، مثلا جی پی مورگان، مثل گلدمن ساکس یا هر اینوستمنت بانک دیگری، که اون بیاد این کار رو براش بکنه، چون خودشون که نمیتونن این کار رو بکنن، به بانکی که تقبل میکنه که این وظیفه رو عهده‌دار بشه اصطلاحاً به اینها میگن underwriter. کار underwriter یا بانک‌های سرمایه‌گذاری این است که هر بیزنسی که بخواد آی پی او بشه یا پابلیک بشه، حالا فیسبوک باشه، توییتر باشه یا هر کمپانی دیگری فرق نمیکنه، میرن راجع بهش یه بررسی میکنن، یه ارزیابی میکنن، ببینن اون چقدر میارزه، اوضاع احوال اقتصاد و بازار هم در نظر میگیرن، ببینن خیلی خوب با چست قیمت روز اولی که میخوان بیارنش بازار رو استاک چه قیمتی بگذارن. برای این کار میان چه کار میکنن؟ یه فی میگیرن از کمپانی که میخوان پابلیکش بکنن. این یه فی خیلی علنی است، همه جا اعلام میشه که مثلا گلدمن ساکس یا فلان بانک مثلا اینقدر فی گرفته که مثلا فیسبوک یا هر کمپانی دیگری یا توییتر رو در واقع پابلیک یا آی پی او بکنه. منتها مضاف بر اون فی یا هزینه‌ای که به صورت واقعی و رسمی میگیرن، یه هزینه یا فی مخفی هم دارن، یه سیکرت فی هم دارن که خیلی ها ازش خبر ندارن، که اونا اصطلاحاً تو خود وال استریت بهش میگن underwriter fee. منظور از underwriter fee این است که اگر مثلا قرار شد که یه استاکی فرض میکنیم با قیمت $20 بیاد توی بازار، قبل از اینکه بیاد خود این underwriter ها یه درصدی میکشن روش، معمولا یه 10% میکشن روش در واقع، یعنی همون اول کار مینیمم حتی اگر خود اصل بیزنس هم درست قیمت گذاری شده باشه 10% بالای قیمت میذارن روش و میارنش توی بازار. قیمت سهام یا استاک هم از دو بخش تشکیل میشه در واقع، یکی بیزنس هست، چون موقعی که سهام میخرید درست مثل اینکه رفتی در یه بیزنسی شریک شدید. حالا فرض کنیم که یه کمپانی 1,000,000 سهم تو بازار داره، شما اگه 10 تا سهمش رو بخرید 10,000,000 اون به اصطلاح کمپانی هرچی هست رو به شما تو شریک شدید. قیمت سهام یا استاک فرق نمیکنه مال چه کمپانی یا چه بیزنسی باشه، دو بخش داره،
یکی برمیگرده به بیزنسی که خود کمپانیه داره و کارهایی که داره میکنه، یه بخشش از قیمت هم برمیگرده به آرزوها و توهمات و تخیلات و رویاهایی که مردم راجع به آینده اون کمپانی دارن. بعد چیزی که میشه این است که اون فی اضافی یا underwriter فی که میگیرن، که به اصطلاح underwriter spread هم بهش میگن، را معمولا همون کسانی که روز اول میرن این را میخرن داغ میکنن. این پولها را در واقع از اینها میگیرن، چون هیجانات اولیه که فرونشه است دیگه واقعا خود بیزنسی که قیمت را تعیین میکنه که چقدر باید باشه و چطوری باشه. حالا اگر بیزنس خوبی باشه و رشد خوبی داشته باشه، خب بعدن شروع میکنه بالا رفتن، جبران اون هزینه اضافی یا اون underwriter spread، underwriter fee که اینا میگیرن را بهتره بگیم underwriter spread، برای اینکه اون fee رسمی اعلام میشه. این هزینه مخفی را در واقع اونجوری آدم میتونه در بیاره. ولی اگر بیزنس خوبی نباشه در واقع، اون وقت دیگه نمیتونید اون پول هزینه اضافی که اول میدید در بیارید و بعدن قیمت شروع میکنه پایین رفتن. مثلا یکی از دلایلی که دیدید فیسبوک موقعی که اومد توی بازار با یه قیمتی اومد، بعدش شروع کرد بیشتر از 50% از قیمتی که روزی که IPO شده بود قیمتش توی بازار رفت پایین. البته یه وقت اتفاق میفته واقعا که یه کمپانی همون که روز اول هم که IPO شد بعدن قیمتش پایین نمیاد خیلی و شروع میکنه بالا رفتن. به این ترتیب ممکن آدم مجبور بشه چیزی رو که روز اول، خیلی 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 استثنایی اینطوری میشه که میتونسته با قیمت ارزون تری بخره، بعدن گرونتر بخره. به نظر من این گرونتر خریدن میارزه، چون که جلوی ریسک و جلوی ضرر احتمالی رو که اگر روز اول برید و خریده باشید و گرون خریده باشید جبرانش رو میکنه. و بعد ولی اگر رفت پایین تا شما بخواید برگردید سر پولتون کلی کار داره. خیلی ها فکر میکنن که مثلا اگر یه استاکی خریدن 50% رفت پایین قیمتش، مثلا 20 دلار خریدن شد 10 دلار، اگه 50% قیمت بره بالا برمیگردن جای اولشون، در صورتی که همچیزی نیست. اگر قیمت هر استاکی فرضاً 50% بره پایین، برای اینکه شما برسید به اصل پولتون باید بعداً 100% رشد بکنه تا سر پولتون باشید. یعنی همون مثال فرضی که زدیم، فرض کنید یه استاکی بیاد تو بازار 20 دلار باشه، 50% قیمتش بره پایین، نصف بشه 10 دلار. اگه بخواد 50% بره بالا، 50% 10 دلار میشه 5 دلار، تازه میشه 15 دلار. باید 100% بره بالا، یعنی 10 دلار بشه 20 دلار تا شما تازه برگردید جای اولتون. به همین دلیل هست، باز تاکید میکنم که این مطالبی که خدمتون عرض کردیم کاملا جنبه عمومی داره و در اکثر موارد اینطوری است. این به این مفهوم نیست که برای همه کمپانی ها همیشه و همه جا بد است که آدم روز اول بره IPO، موقعی که IPO میشه قیمت به اصطلاح بخره و اینها. ولی کلا از نظر اینکه آدم خیلی محتاطانه و هوشیارانه رفتار کرده باشه و ریسک رو به حداقل برسونه، ترجیحاً اینه که آدم صبر کنه یه مدتی، بعدن ببینه سر قیمت و استاک چی میاد، یکی، و دوم ببینه بیزنسه در چه حالی است، آیا امیدی به آیندهش هست، رشد میکنه یا نمیکنه، یا در واقع اون ترند هیستوریشو پیدا کنه و روالشو پیدا کنه، ببینه چه اموراتی داره میگذرونه. اگر علاقمند شد آره میتونه 10% 20% 30% هم گرونتر بخره، مهم نیست. اگر بیزنس خوبی باشه شما بعدن میتونید به اصطلاح اینو جبران بکنید. کما اینکه مثلا یک از کمپانی هایی که همچین وضعیتی داشت گوگل بود، که موقعی که IPO شد بعدن قیمتش همینجوری رفت بالا. حالا اگه کسی روز اول خریده بود خب مسلما سودش بیشتر بود، ولی اگه مثلا 20% 30% هم گوگل رو کسی گرونتر خریده بود مهم نیست، چون با رشدی که بعدن کرد جبران اون عقب افتادگی اولیه رو میکرد. حالا دیگه با این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردیم خودتون تصمیم بگیرید آیا مایلید در IPO توییتر شرکت کنید یا نه. سوال دوم راجع به یه مطلبی بود که یکی دو سه هفته پیش من سر طلا اینجا گفتم. اونم به این دلیل گفتم، در واقع موضوعی که من گفتم این بود که گفتم فرض کنید اینجوری برای خودتون فرض کنید، اگر میخواید در فلزات قیمتی یا طلا مثلا سرمایه گذاری کنید، فرض کنید هر قیمتی که امروز دادید فردا یا هفته بعد نصف میشه. یعنی گفتم مثلا اگر الان 1300 دلار شما رفتید دو اونس 1300 دلار خریدید، پیش خودتون با این فرم و با این احساس بره جلو که من میرم اونس 1300 دلار میخرم، ولی هفته بعد طلا میشه اونس 650 دلار. برای بعض از دوستان این سوال پیش اومده که چرا همچی حرفی زده، میگه قرار قیمت طلا تا اونجا بره پایین. نه، به هیچ وجه همچین چیزی نیست.
علتی که اینو گفتم برای اینکه سرمایه گذاری در فلزات قیمتی به صبر و به حوصله و به شناخت و دانش احتیاج داره، از هولکی کار کردن و تصمیم‌های عجولانه و شتاب زده گرفتن خواستم خودداری کنید، چون میشنوم و دیدم آدم‌هایی که فرضاً طلا 1700 دلار بوده رفتن خریدن، تا اومده به 1500 و 1400 دست پاشون رو گم کردن، رفتن با ضرر فروختن فقط به خاطر اینکه صبر و حوصله نداشتن. همین آدم‌ها اگر دو سه سال صبر می‌کردن به هر قیمتی که خریده بودن، حتی 1900 هم خریده بودن، 100% در چند سال آینده روش سود می‌کردن، برای اینکه طلا حداقل این دیگه کمترین قیمتی است که طلا در سال‌های آینده بهش خواهد رسید، به اون 3000 دلار خواهد رسید. منتهی مراتب اون صحبتی که کردم به یک اصل دیگری هم متکی بود و اونم صحبتی است که بارها و بارها آقای وارن بوفه کرده. ایشون میگن، یه حرفی میزنن که هیچ کسی دیگه تو این دنیا ممکنه این حرف رو نزنه، چون همه ما هر چی می‌خریم، فرض کنیم می‌ریم یه استاکی می‌خریم، امیدمون این است که امروز که خریدیم فردا و ماه بعد و سال بعد همینطوری شروع کنه بالا رفتن. ولی آقای وارن بوفه میگه که من هر استاکی که می‌خرم آرزو می‌کنم امروز که خریدم فردا 50% بیاد با این قیمتش، یعنی اگه 30 دلار خریدم فردا بشه 15 دلار. چرا همچین حرفی می‌زنه؟ برای اینکه شخصی مثل ایشون که به سبک ولیو اینوستمنت کار میکنه، میدونه که مثلا سهام این کمپانی الان 60 دلار میارزه، منتها چون بازار همیشه و همه جا قیمت واقعی رو منعکس نمیکنه، قبلا توضیح دادیم ارزش ولیو با قیمت یا پرایس فرق میکنه، اکثریت مردم قیمت رو میدونن چیه ولی ارزش رو اصلا نمیدونن چیه، فقط متخصصین و صاحب نظران با این مقوله آشنا هستن و آقای وارن بوفه که بر اساس ولیو اینوستمنت سرمایه گذاری میکنه به این رمز آشناست، یعنی میدونه که استاکی که به طور مثال دارم عرض میکنم، فرضاً ایشون الان رفتن 40 دلار دادن خریدن، میدونه که این حداقل 60 دلار میارزه، بنابراین میخره با خیال راحت، میدونه که به 60 دلار هم خواهد رسید. متأ علتی که میگه امیدوارم نصف بشه به این دلیله که چون میدونه حتما به 60 دلار خواهد رسید، میگه من که 40 دلار خریدم میرسه به 60 دلار سود میکنم، اگه بشه 20 دلار اون وقت 300% سود میکنم تا بخواد به 60 دلار برسه. در مورد طلا هم واقعا به طور عمیق هیچ بدم نمیاد واقعا که قیمتش بره پایین به 600 دلار هم برسه. چرا؟ چون اگه به 600 دلار برسه، آدم تو 600 دلار بخره تا 3000 دلار قیمت 5 برابر میشه یا 500% آدم سود میکنه، ولی با قیمتی که الان داره مثلا 200% میتونه سود کنه. و اینها علت اشارم این بود که در واقع خواستم هدفتون رو جلب بکنم به اینکه در این داستان صبر و حوصله داشته باشید، عجول نباشید، دست و پاتون رو گم نکنید، از نوسانات سر راه نترسید و با خیال راحت بشینید تا در چند سال آینده سودهای اساسی و خوب ببرید. سالهای دیگری هم مطرح شده ولی متاسفانه چون وقت کم است اونها رو موکول میکنیم به هفته آینده. فقط یادآوری میکنم که دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را برای همه زمینه ها و چه برای افراد، چه برای خانواده ها، چه برای بیزنس ها، چه هدف افراد یا بیزنس ها یا خانواده ها این باشه که درآمد ثابت فیکس اینکام داشته باشن، اونم در زمینه هایی که تضمین 100% براش وجود داشته باشه، چه بخوان سرمایهشون رشد کنه، چه بخوان برای دوران بازنشستگی این کارو بکنن، چه بخوان برای آینده فرزندانشون دست به پسنداز یا سرمایه گذاری بزنن و و و در همه زمینه‌هایی که مربوط به پسنداز و سرمایه گذاری میشه پورتفولیوهای مخصوصی داریم که این پورتفولیوها سری دوزی نیستن مثل چیزایی که فروشندگان دست فروش و دوره گرد عرضه میکنن، بلکه به طور اختصاصی و مختص هر فرد و هر خانواده‌ای تهیه میشه. به اضافه اینها خدمات دیگری مثلا بیمه های عمر، لایف اینشورنس، دیسیبلیتی اینشورنس، بیمه از کار افتادگی، اونها هم هست. عرض شود به حضورتون که برای کسانی که میخوان سراغ ریل استیت برن، چه بخوان بخرن مستغلات مسکونی، رزیدنشال، چه کمرشال، تجاری، چه برای خریدش، چه گرفتن وام در هر دو زمینه، همه اینها و بسیار زمینه های دیگه، همینطور تهیه اصطلاح برنامه ریزی مالی، فینانشال پلانینگ به شیوه علمی تحقیقاتی و همینطور مشاوره و راهنمایی، کانسالتیشن، به اضافه زمینه های دیگه، همه و همه
خدماتی است که دفتر نبض بازارهای مالی عرضه میکنه. همینطور که بارها خدمتون عرض کردم، برای آشنایی با این خدمات و باز هم این سوالات بارها کردن، یه بار دیگه توضیح میدم علت این که این پورتفولیوها را روی به اصطلاح سایت نمیبینید، برای که ما یه پورتفولیوی سری دیوزی شده برای همه نداریم. برای افراد به طور اختصاصی و انحصاری پورتفولیو درست میشه، هر کس مال خودش، خانواده خودش و بیزنس خودشه، بنابراین چیز عمومی نیست که در معرض دید همگان بذاریم و چون روی اینها ساعت‌های متمادی وقت صرف میشه، تحقیق میشه و مطالعه میشه، طبیعتاً به صورت رایگان در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت. به هر صورت برای آشنایی با این خدمات و لیست خدمات ما دو کار میتونید بکنید. یا روزهای هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با دفتر ما، تلفن رو صفحه تلویزیون میبینید، 310-407-5300 310-407-5300 میتونید با ما تماس بگیرید، راجع به هر پورتفولیو و هر موردی که خواستید باهاتون صحبت کنیم. یا اگر اهلش هستید میتونید به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت رو اگر لطف کنن بذارن روی صفحه، هستش pulseoffinancialmarkets.com. ملاحظه میفرمایید pulseoffinancialmarkets.com. روی صفحه که برید، سمت چپ صفحه لیست کامل این خدمات اونجا نوشته شده. یه ایمیل هم اونجا میبینید، info@pulseoffinancialmarkets.com که ایمیل دفتر ماست. و باز برای 100,000 بار تاکید میکنیم، ما فقط و فقط و فقط به ایمیل های جواب میدیم که از ایمیل شخصی افراد ارسال بشه، به ایمیل هایی که از روی سایت به ما زده بشه. اینها همه طوری تنظیم کردیم که وارد یه فایل جداگانه میشن و ندیده همه دیلیت میشن و به اونها جواب نخواهیم داد. در مورد تلفن هم من یه نکته یادآوری بکنم. پاره از دوستان تلفن میکنن ولی میگن به ما تلفن کن، بعد هیچ شماره تلفنی نمیذارن. فکر کنم بر این اساس این حرفا میزنن و شماره تلفن نمیذارن که فکر میکنن شمارهشون اونجا افتاده ما میبینیم. بله، شماره میفته تو سویچ بورد موقعی که به سکرتیرمون زنگ میزنید، ولی سکرتیر موقعی منتقل میکنه به ما، دیگه ما شماره شما رو نمیبینیم و آشنا نیستیم و تلفن هم خیلی زیاده، نمیتونیم برگردیم هی سرچ کنیم ببینیم کی کجا چه ساعتی زنگ زده، شماره چی بوده. و همین دلیله که ازتون خواهش میکنیم اگر مایلید به تلفناتون جواب بدیم، حتما شماره تلفنتون رو با ذکر ایریا کد و خود تلفن با صدای واضح شمرده و بلند حتی مقدور به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر کنید و مخصوصا هم متذکر بشید از چه کشوری، چه شهری، چه ایالتی زنگ میزنید تا در جواب دادن وقت رو باهاتون تنظیم کنیم. و اگر 48 ساعت یا دو روز، البته آخر هفته رو بذارید کنار، شنبه شنبه، در روزهای عادی هفته اگر بیشتر از 48 ساعت طول کشید و جوابی نگرفتید از ما، مطمئن باشید که در کار تلفنتون یه اشکالی وجود داشته، یا درست واضح نبوده، یا صداتون قطع شده، یا هر چیز دیگری. به هر حال اینم از این، مطلب دیگری نیست. میریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب. در بخش پایانی برنامه امشب هستیم، بخش کلام آخر و آخرین کلام. دو سه نکته در چند دقیقه که باقی مونده هست که راجع به اینها صحبت میکنیم. بارها و بارها توی این برنامه راجع به این که چرا میوچوال فاندها به طور عمومی و کلی بدترین انواع سرمایه گذاری هستن و هر کس که بدونه تو میوچوال فاندها چی میگذره هیچ وقت سراغ میوچوال فاند نخواهد رفت، توضیحات کافی دادیم، دلایل لازم رو بهتون گفتیم و در این خصوص کتاب خیلی خیلی خوبی هم بهتون معرفی کردیم. اخیراً حالا در مورد میوچوال فاندها یک کتاب تازه اومده بیرون. این رو 4 نفر از مانی منیجرهای معروف وال استریت با همدیگه این کتاب رو نوشتن. اسم کتاب هست The Entrepreneurial Investor که این 4 نفر توی این کتاب میگن سرمایه گذاری در میوچوال فاندها یا به قول فروشنده ها در فاندها بدترین نوع سرمایه گذاری هست. برای آشنایی کامل با اینکه چرا همچین چیزی میشه، بهتر خود کتاب رو بخونید، حتما این کار رو بکنید، مخصوصا اگر در میوچوال فاند سرمایه‌گذاری دارید یا قصد دارید این کار رو بکنید. اول این کتاب رو بخونید، بعدا تصمیم بگیرید. ولی رو چند نکته اینها تاکید میکنن، البته میگم باید خود کتاب کامل خونده بشه، من فقط 2-3 نکتهش از کتاب کشیدم بیرون. یکی این که میگن خیلی ترید میکنن توی میوچوال فاندها، زیاد میخرن میفروشن، هر باری هم که میخرن میفروشن هزینه داره، سرمایه‌تون رو میخوره. این یک.
دوم اینکه اکثر میوچوال فاند ها سعی میکنن به اصطلاح تایمینگ بکنن مارکت رو، یعنی فکر میکنن میتونن بفهمن الان بازار داره میره بالا یا الان میاد پایین، که در 99.9% از موارد اشتباه میکنن و همین اشتباه به سرمایه گذاری ضربه میزنه. سوم هم اینکه به مسئله تکس و مالیات بی‌اعتنا هستن و توجهی نمیکنن، چون که اینها زود خرید میکنن و معمولا سال یه بارم هی میگیرن هر چی دارن میریزن به هم دیگه. اکثرا بنابراین از نظر IRS این سرمایه گذاری ها کوتاه مدت محسوب میشه و بیشترین مالیات را از آدم ها میگیرن، یعنی کسانی که میوچال فان دارن در سرمایه گذاریشون بیشترین مالیات را پرداخت میکنن. اینها دو سه نمونه از مطالبی است که این کتاب بسیار بسیار خوب و خوندنی راجع به میوچال فاندا بهش اشاره میکنه. خودتون اگر حوصله دارید برید کتاب The Entrepreneurial Investor را حتما بخونید تا با مسائل و گرفتاری های سرمایه‌گذاری در میوچوال فاند آشنا بشید. مورد بعدی راجع به قبلا هم گفتیم رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی است که اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان ویژه مسائل اقتصادی و مالی است که هر روز هفته دوشنبه تا جمعه برنامه پخش میکنه. مطالبی که در رادیو مطرح میشه انحصاراً و اختصاصاً برای شنوندگان رادیو هست، چون این رادیو جنبه سابسکریپشن داره و اطلاعات و مسائلی که در اونجا با شنوندگان رادیو مطرح میشه در هیچ کجای دیگری حتی در این برنامه تلویزیونی هم مطرح نمیشه، چون حق اونهاست که سابسکرایب میشن و برای کسب اطلاعات و تحلیل ها و آشنایی با بازار پول پرداخت میکنن. بنابراین حقشون هست که مطالب اون شکلی رو به طور اختصاصی دریافت کنن. اگر شما هم علاقه دارید که این مطالب اختصاصی رو بهش دسترسی پیدا کنید اولا و هر روز هفته به جای هفته یک بار در جریان مهمترین تحولات اقتصادی و مالی باشید، میتونید رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی را از طریق سایت ما مشترک بشید. یعنی رو سایت ما که برید pulseoffinancialmarkets.com هم به زبان فارسی نوشتیم اشتراک رادیو، هم به زبان انگلیسی نوشتیم ساین اپ. هر کدوم که کلیک کنید به اصطلاح ثبت نام میکنید، باهاش ثبت نامتون رجیستریشنتون که تموم شد بهتون یوزرنیم و پسورد میدن و میتونید هر روزه این برنامه ها رو گوش کنید و به آرشیو کامل این برنامه ها در 8-9 سال گذشته هم دسترسی پیدا کنید. مورد بعدی چند مورد هست برای سرمایه گذاری برای کسانی که اهل صبر و حوصله نیستن، دنبال کارهای کوتاه مدت میگردن. یه موردی در کارنسی هست که در سه ماه و نیم آینده 20% بر اساس اتفاقات 5 سال گذشته بازدهی خواهد داشت. برای کسانی که خواستار کسب درآمد ثابت و مطمئن هستند، یک کمپانی هست که الان با قیمتی که داره بالای 9% دیویدند میده. البته بهره با دیویدند، اینترست ریت با دیویدند کاملا فرق میکنه. اینترست ریت ثابته، یعنی مثلا میگم 5% دیگه همیشه 5%. دیویدند نه، اگر هرچی باشه میتونه وضع کمپانی و سرمایه‌گذاری که بهتر میشه هی دیویدند رو ببرن بالا. فعلا سال 9% دیویدند میده. و یک مؤسسه دیگری هم هست که اونم با کارهایی که میکنه هر سال 5% بازدهی رو تقریبا تضمین میکنه برای کسانی که بخوان درآمدهای ثابت داشته باشن. یک سوال مهمی پاره از دوستان از ما کردن موقعی که راجع به پورتفولیوی معروف 600 میلیون دلاری مون صحبت میکنیم، که برای رسیدن به آن به اصطلاح سرمایه‌گذاری معجزه آسایی که با احتساب ریاضی و آماری دقیق و 100% سرمایه‌ای که در اونجا گذاشته بشه، که البته میگم هی داره گرونتر میشه و بنابراین از اون قیمتی که روز اول سال 2010 بهتون گفتیم 25 دلار بود حالا شده 90 دلار، اون وقتا میشد با 10000 دلار رسوندش به 600 میلیون دلار، الان کسی بخواد بره سراغش در واقع بیشتر باید بده و اینها 34-5000 دلار باید پول بذاره، ولی اون سرمایه گذاری است که تحت هیچ شرایطی تا روز 31 دسامبر سال 2040 نباید بهش دست بزنن و تمام درآمدهایی هم که میده رو برداشت نکنن تو خودش. اگر مجدداً سرمایه گذاری یا ریینوست بکنن حتما به 600 میلیون دلار پول تبدیل خواهد شد. منتها بعضی از دوستان سوال میکنن آیا سرمایه گذاری های دیگری هم هست که آدم اولا مجبور نباشه تا حتما گیر باشه تا سال 2040 انقدر صبر کنه و وسطاش هم اگر خواست بتونه این کارو بکنه؟ بله، سرمایه‌گذاری های دیگری هم هست. علتی که مطرحش نمی‌کنیم برای اینکه با ذائقه جامعه ایرانی، با شناختی که ما از جامعه ایرانی پیدا کردیم جور در نمیاد، وگرنه زمینه‌هایی هستند
که 100% میشه تضمین کرد اگر کسی سراغ اونها بره، البته هر چقدر طولانی تر بمونه مسلماً بهتر است، ولی یه فاصله 10 ساله به خودشون کسی بده، به یکی از شگفت‌ترین و اعجاب انگیزترین بازدهی ها میتونن توش دست پیدا کنن. که حالا میگم میدونم که صبر کردن و حوصله با مذاق جامعه ایرانی خوش نمیاد، ولی در یکی از برنامه‌های آینده یه خورده بیشتر راجع به این بخش هم باهاتون صحبت خواهیم کرد. با پورتفولیوهای دیگه مونم که آشنا هستید، گلدن پورتفولیوی ماست که یکی از بهترین پورتفولیوهایی است که در چند سال آینده حداقل 300% سود خالص بدون سر سوزن ریسک با خودش همراه خواهد داشت. یا به عبارت دیگه مثال فقط بزنیم، هر 100 هزار دلار رو به 400 هزار دلار تبدیل خواهید کرد. یکی هم همون پورتفولیوی 600 میلیون دلاری ماست و یکی هم پورتفولیوهای موسوم به سپکولیتیو یا سوداگرانه ماست که چون وقت تموم شده خواسته بودید راجع به اونم بیشتر توضیح بدیم، در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. وقت برنامه امشب اون تموم شد. برای تماس با ما با تلفن 310-407-5300 دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با ما تماس بگیرید. یادتون نره اگر گرفتار بودیم، اگر آخر هفته بود، اگر بعد از ساعت اداری بود، حتما تلفن خودتون رو کامل و مشروع ضبط کنید. وقت برنامه تموم شد، تا هفته آینده و برنامه و دیداری دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.